امروز قرار با همدیگه بریم شرکت. فقط اینو باید بگم که من الان خیلی دیرمه و باید عجله کنم، یکم داستانشو برات توضیح میدم. ما امروز در واقع روز هوم آفیسمونه، یعنی ما اجازه داریم توی خونه کار کنیم، ولی امروز به خاطر اینکه من قراره یه ویدیو برای شرکت ریکورد کنم، چون ما می‌خوایم توی اینستاگراممون یه ویدیو درست کنیم و اینا از من کمک خواستن، چون که من یکم توی اینستاگرام و یوتیوب فعالم و اینجا می‌بینید که وسایل من الان سپایه و نور و اینا و من با خودم دارم میبرم شرکت که اونجا ویدیو ضبط کنیم و این یه بهونه خوبی برای من شد. حالا که دارم دوربینام و وسایلم با خودم میبرم توی شرکت، یه بهونه خیلی خوب شد که بتونم این ویدیو رو کنم، چون من توی بانک کار میکنم، یعنی خب ما زیر شاخه بانک هستیم و کلا فیلم برداری اینا اونجا کم سخته و الان خیلی بهونه خوبی شد. بانک یعنی چیزی بود که حالا خیلی از من پرسیدن اگه میشه یه ویدیو از محل کار درست کن، ولی خب من به خاطر اینکه میدونستم بانکه یکم برام سخت بود و الان گفتم خب این الان بهونه واقعا خوبیه و من میتونم ریکورد کنم. البته مطمئن نیستم تا چقدر میتونم، چقدرشو میتونم نشون بدم، ولی خب حالا با هم میریم ببینیم. و اینکه من الان خیلی دیرمه، تا همین الان جلسه داشتم، چون من گفتم من صبح تا ظهر رو تو خونه کار میکنم و تا همین الان جلسه داشتم و الان باید سریع برم شرکت و خلاصه زیاد وقت نیست، چون ساعت 3 الان ساعت 2:35 ساعت 3 قرار ضبط کنیم و یه 20 دقیقه هم حالا با نسبت به ترافیک طول میکشه، خلاصه ممکن طول بکشه تمام برسم شرکت. حالا قبل از اینکه من استارت ماشین رو بزنم، اگه که جدید هستین ممنون میشم اگه هنوز سابسکرایب نکردین روی دکمه سابسکرایب کلیک کنین و زنگوله کنارش هم بزنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. این خیلی من کمک میکنه، ممنون میشم ازتون. و اینکه اگه هنوز ویدیو رو لایک نکردین ممنون میشم که یه لایک روش بذارین. مرسی، بریم حرکت کنیم. خب من رسیدم توی پارکینگ و منتظر همکارم هم که بیاد کمکم وسایل بریم بالا. فکر کنم همکارم داره میاد پایین، صدا آسانسور شنیدم. Ah, hi! Kannst du eigentlich das hier haben? Diese? Was soll ich das? Oh mein Gott, ja. Oh, danke. Cool, jetzt ist schon viel besser. Fühlst du mich gut, oder? Ich fühle mich sehr gut. Wo ist der Jens? Retro? Der Jens hat auch hier... Ich dachte, du meintest... Aber war nicht bei dem auch Retro? Ich weiß nicht. Gut. خب ما رسیدیم شرکت. ما رسیدیم شرکت. تا الان به خاطر کرونا تا اینجا اجازه نداریم ماسک رو در بیاریم، ولی داخل این قسمت اجازه داریم. از اون می‌بینم که یکی از همکارا اینجا نشسته کنار من. جای من اینجاست. اینجا جای منه، ولی خب حالا فعلا فکر کنم برای امروز اینجا دیگه بشینم، چون به خاطر کرونا اجازه نداریم کنار هم بشینیم. همین دیگه. گه؟ الان داریم با رئیسمون صحبت میکنیم که ویدیو رو چجوری بعدم فور کنیم، تا برنامه‌ریزی‌هاش رو اصلاح میکنیم. راستی اینم بگم که رئیسمون قراره تو این ویدیو صحبت کنه و من پشت صحنه‌ام فقط. و اینم بگم که این اولین ویدیویی که داریم ضبط میکنیم و من کارم در واقع برنامه‌نویسی، این اولین باریه که داریم یه کار ویدیویی انجام میدیم. خب یه چیزی بگم که ما الان به خاطر کرونا یعنی خیلی تعداد کمتری توی شرکت هستن، اینجوری هیچ وقت خلوت نیست، ولی خب میگم بعضی جا اصلا نمیام، مثلا امروز خیلی تو خونم، کلا خلوته. داریم میریم که الان اینا رو بذاریم و فیلم بگیریم. Es kann sein, dass... خب فکر کنم اینجا یکم تاریکه الان و همون طبقه پنجم و الان چک کردم اصلا پریزی هم نیست که بتونم چراغم وصل کنم. ما طبقه پنجم اینجا خیلی بهتره و منتظر رئیسمونم، امیدوارم به موقع بیاد چون که دیگه داره دیر میشه. حالا همین الان که می‌خواستیم ویدیو درست کنیم رئیسمون رفت تماس داره، گیر کرده توی تماس و اینجا هم داره هوا تاریک میشه و من نگرانم که ویدیو کیفیتش میاد پایین. استرس چون الان از من انتظار یه ویدیو خیلی خوب دارم. الان من چراغم به خودم آوردم ولی مشکلی که هست اینه که اینجا هیچ پریزی نیست. من الان دارم عملاً پول میگیرم از این شرکت که همینجوری وایسم اینجا منتظر هیچ کاری نکنم. چقدر خوبه. خب که من دارم کم کم عصبی میشم که رئیسم نیومده. من خب مشکل اینه که تمام وسایلم اینجاست و نمیتونم دوباره همه رو برگردونم پایین، برای همین وایسم تا بیاد. ولی خب گفتم که بهتون بگم که حال شما چطوره. این زیر بنویسین، امیدوارم که حالتون خوب باشه، مثل من الان استرس نداشته باشین. البته من که فکر نمی‌کنم این ویدیو خوب بشه چون خیلی داره دیر میاد و هوا هم داره تاریک میشه و اینجا ساعت 4:30 تقریبا 4:35 تاریک میشه. الان 4 تا ما بریم شروع کنیم دیگه هیچ. چه خبر دیگه؟ لایک کردین ویدیو رو. چیکار کنیم؟ تشنه‌ام هست بجور. گیر افتادم این وسط. و اول نفر داره میاد بالا ولی اصلی کاری هنوز نیومده. اینقدر رئیسمون دیر اومد که تمام چراغای شرکت رو روشن کرده ولی من اینا رو آوردم از پایین. سه تا دونه از این چیزاست که یه متری هن. حالا ببینیم میرسه یا نه. خب ما اینا رو وصل کردیم و الان اوکی شد. نکن آقا ما چند تا شات گرفتیم و الان میریم پایین. میبینیم که هوا کامل تاریک شده ولی خب یه چاره نیست. احتمالا فردا یه بار دیگه میبینیم. Muss ich das festhalten oder so? Nee, ist okay. Ernsthaft? Es ist einfach so, dass es weniger weicher ist. کلی ضبط کردیم. الان نزدیک ساعت 6 عصر شده و من هیچ وقت تا این ساعت نمونده بودم. من معمولا نزدیک 5 میرفتم خونه و هوا هم دیگه نزدیک زمستون داره میشه و داره تاریک میشه. من تا اصلا شرکتمون تاریک ندیده بودم. خلاصه اینکه بقیه‌شو فردا ریکورد میکنیم. اوکی، ich glaube ich mach mich. Tschüss. Tschüss bis morgen. خب بزنین حالا که مثلا الکی من دارم کار میکنم اینجا، خب حواسم که کلا به دوربین پشت سرم بود ولی خب براتون بگم که من اینجا کارم چیه. من اینجا به عنوان برنامه‌نویس فرانت اند استخدام شدم ولی خب خیلی کارهای دیگه عجیب غریب دیگه هم انجام دادم توی این مدتی که اونجا دارم کار میکنم که همین امروز که من دارم این ویدیو رو ادیت میکنم باهاشون صحبت کردم و گفتم من اینجوری زیاد حال نمیکنم و میخوام تمرکزمو فقط روی یه مثلا تکنولوژی بذارم و حالا امیدوارم که یکم بهتر شه برام. البته خب اونجوری هم آدم کلی چیز یاد میگیره ولی خب تمرکز نداری. از روابط بین همکارام اگه بخوام براتون بگم، ببینین کلا فکر نکنین که حالا میان اینجا بعد میخوان به شما زور بگن و میخوان اذیتتون کنن از این حرفا. اصلا همین چیزی وجود نداره. اتفاقا ممکنه خیلی مهربون باشن ولی خب بعضی جاها ممکنه که برین، یعنی خیلی بستگی به شرکتش داره. ممکنه بعضی جا برین که واقعا اذیت کنن، یعنی رو مخ باشن. پس کلا بستگی به شرکت داره، بستگی به موقعیت داره و خب به خود شخصا به نظرم یکم بستگی داره. پس زیاد انتظار یه چیز حالا خیلی عجیب غریب نداشته باشین یا چیزی که مثلا فکر کنین میخوان زیرابتون رو بزنن یا از این حرفا. شاید توی بعضی شرکت‌ها وجود داشته باشه، من تجربهش داشتم ولی خب همیشه اینجوری نیست و بعضی جاها مثل این شرکتی که من الان هستم واقعا همکارای مهربون و خوبی داره. خب الان روز دومه و من راستش وقت نکردم برای یکم آروم صحبت کنم چون همکارام دارن صحبت میکنن که من مزاحمش نشم. وقت نکردم تا الان ویدیو بگیرم و الان دیگه نزدیک خونه رفتنه ولی یه کوچولو اینجا نشون دادم. من خب برنامه‌نویسم، اینجا جای منه و تا الان ما داشتیم ویدیو ضبط می‌کردیم، صبح تا ظهر من مثلا برنامه‌نویسی و نمیدونم جلسه و اینا داشتم، برنامه‌نویسی کردم اون جلسه اون داشتم و بعدش دیگه از ظهر فقط ویدیو ریکورد کردیم و الان هیچ دیگه میتونم که حالا این اطرافو نشون بدم. کلا دفتر ما خیلی به هم ریخته است، ولی خب ما سه تا دونه چیز باحال داریم که میخوام نشونتون بدم. اول اینکه ما اینجا یه دونه چیز بسکتبال داریم. Ich hoffe, das ist nicht Dora. Ich versuche so leise zu sein. Aber ich filme euch nicht. Also, nee. Okay. Ich wollte mich auch nicht irgendwie rausbringen. Er ist halt so derjenige, der ist emotional im Schrank. Der halt weiß, keine Ahnung, hier, er muss ein... این بسکتبالمونه که ما چون دو تا تیمیم عوض میکنیم با اونا مسابقه میدیم، بعد هر تیمی که ببازه باید شکلات بخره بر اون تیم. یه چیزی که داریم که باحاله این خوک ها هستن که اینجا یه فرهنگ از شرکت ماست که این اسمش هر کدومشون اسم دارن، اسمش این زیر می نویسم، اسم یادم نیست، صدا میده. چند مدل دیگه داریم که الانشون میدم. اینم اسمش گیزله هست. وقتی که یه نفر مثلا توی جلسه دیر میاد، بعد یه یورو بندازه داخل اینجا، بعد با پولی که جمع میشه برای همه پیتزا میخریم. این هربرته. و این فلیسیتیه اسمش. این خوب صدا میده. اینجا هم که بچه‌ها مسخره بازی رو بردن، مغازه رو انداختن. یکی از همکارام اینجا اومده مثلا داره نوشیدنی میفروشه. خلاصه این حالا دفتر ماست. همونطور که گفتم ما چون بانک هستیم باید خیلی مراقب باشیم که چیزی نشون ندیم و مخصوصا من رئیسم گفت که مراقب باش، اگه که مثلا لوگو اینا نشون ندی و افراد نشون ندی مشکل نداره که ویدیو درست کنی. خلاصه اینکه داستان این ویدیو این بود، برای همین یعنی من خیلی بسته سعی کردم ویدیو بگیرم، میگم چون بانکه و من باید خیلی مراقب باشم. Tschüss.